معاون سیاسی رئیس الوزراء و سفیر آذربایجان در کابل در قصر سپیدار دیدار کردند. بر بنیاد خبرنامه ریاست الوزراء، الهام محمدوف گفته است که آذربایجان می‌خواهد در کنار همکاری در بخش‌های اقتصاد و زراعت، همکاری‌های خود را در بخش استفاده از مسیر حمل و نقل بین المللی کریدور میانی یا ترانس کاسپیان با افغانستان افزایش دهد که به پشتیبانی همه‌جانبه امارت اسلامی نیاز است. این دیپلمات آذربایجان افزوده است که کشورش با بازگشایی سفارت خود در کابل در پی ایجاد مناسبات نیک در تمامی بخش‌ها با افغانستان است. او بر تقویت روابط و تعاملات میان کابل و باکو در عرصه‌های گوناگون نیز تاکید کرده است. دی آذربایجان سفیر ویلیام چه دوی دوانانو دوانانو سر دینی، سیاسی و فرهنگی اقتصادی اړیکې لري او دوی به کوشش وکړي چې د افغانستان تجارت د اروپا سره وصل کړي او په افغانستان کې سوداګر پانګونې ته وهڅوي او دوی د افغانانو دوستان وو او په همدې کې به هم ورسره ښې اړیکې وساتي. مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته که امارات اسلامی علاقمند گسترش روابط با آذربایجان است و در پیوند به موضوع ناگورنو-قره‌باغ از موقف آذربایجان پشتیبانی می‌کند. معاون سیاسی رئیس الوزراء با اشاره به فعالیت‌های ترانزیتی آذربایجان افزوده است که امارات اسلامی می‌خواهد اموال تجاری خود را از راه آذربایجان به اروپا برساند. راه کاسپیان یکی از بهترین راه‌های تجاری بر افغانستان و در منطقه حساب می‌شود. از این است که راه لاجورد و در قطمو رای که ترانس کاسپیان مطرح میشه یکی از علتهای اساسی میتونه که به خاطر رشد انکشاف اقتصادی اجتماعی افغانستان باشه. همزمان با این سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله در دیدار با سفیر آذربایجان در افغانستان از گشایش سفارت این کشور در کابل استقبال کرده است. در خبرنامه وزارت امور داخله نوشته شده که سفیر آذربایجان در کابل مبارزه امارت اسلامی با مواد مخدر و امنیت سراسری را دستاورد بزرگ دولت سرپرست پنداشته است. امارت اسلامی افغانستان آمادگی های تمام خود را با همکاری دیپلماتیک با آذربایجان و همچنان همکاری اقتصادی و تجارتی ابراز کرد. کشور آذربایجان هم سفیرشان به نمایندگی از کشورشان گفتند که افغانستان کشور بهتر برای اقتصاد و تجارت است. آنها می خواهند در افغانستان سرمایه گذاری داشته باشند و از طریق افغانستان تجارت بکنند و همچنان رابطه دیپلماتیک معنادار را می خواهند قائم کنند و بعدا با تن مردم کشور موضوعات مشترک خود را پیش ببریم. از سوی هم عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزراء با سفیر ایتالیا در افغانستان دیدار کرده است. ارگ در خبرنامه میگوید که در این دیدار نماینده ویژه ایتالیا در امور افغانستان نیز حضور داشت که بر تداوم کمک های ایتالیا به افغان ها و اجرای پروژه ها در زمینه های گوناگون تاکید کرد. آقای حنفی نیز بر روابط خوب با کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی تاکید و از انواع سرمایه گذاری ها استقبال کرده است.